بله، نبرد دموکراسی اسرائیل به چه گونه هست و به چه گونه داره به پیش میره و اینکه آن مبارزه برای دموکراسی در کنار هم که شما میبینید در اصل مشت آهنین چکوارا و نئومارکسیسم در اسرائیل و سوسیالیزمی که از دیروز و امروز ما نداشتیم در اصل نهادی نشده در اسرائیل هست، از کیبوتیم و زندگی اشتراکی تا سیاست گذاری های 30 ساله اولیه اسرائیل که در دوران بن‌گوریون بوده و میبینیم که جامعه مدنی با 300 میلیون دلاری که اتحاد اروپا و لیبرال دموکرات ها به اسرائیل میسازند، جامعه مدنی اسرائیل رو نه فقط ساختند بلکه مرکز ثقل دولت از پارلمان اسرائیل و دولت منتخبه به یک ترتیبات نظر ذهنی قضات و اولیگارشی قضات و مشاوران حقوقی که همانا دادستان هستند جایگزین سیاست گذاری های قوه مجریه و مقننه در اسرائیل شده. یعنی که وقتی که شما در سال 1977 بگین و رازگرای روی کار میان که سیاست های ژابوتینسکی رو دنبال می کنند، و فراموش نباید بکنیم تاریخ نگاری اسرائیل رو به گونه ای که نراتیو روایت هایی که از نظر حالا لیبرالیسم، سوسیالیسم و سیونیسم آمده و مطرح شده رو به گونه ای آمدند و میشه گفت دستکاری کردم اگر تحریف نکرده باشم به نفع خودشون، یعنی کسایی که در جبهه اتل و لخی و راستگرایان که دوران بگین بوده رو آمدن از روی یعنی میشه گفت تعمدن آنها رو جلوه خاصی به اونها ندادن و آنها رو فاشیسم خواندن، آنها رو بیبیست خواندن، آنها رو بگینیست خواندن و حتی صحبت از آن بوده که این افراد رو با یک فاشیسم جهانی و آنچه که گذشته به خاطر ملیگرایی سیونیستی که داشتن آمدن توبیخ کردن و موردهایی رو ما داشتیم که در تاریخ اسرائیل که بن‌گوریون دستور میده وقتی که بیش از 3 میلیون فشنگ و اسلحه برای اسرائیل آلتلنا کشتی بودی که داشته مهمات رو خارج میکرده بن‌گوریون میاد و فرمان میده که خودش رئیس ستاد نیز بوده و همینطور نخست وزیر بوده که از نظر اجرایی قدرتی و اقتداری داشته، میگه به رابین که بیان و بزنن آلتلنا. نه فقط آن، بلکه موردهای سزون رو ما داریم، ماجراهایی که آمدند و لو داده بودند اتل و لخی و راستگرایان و مبارزان راستگرایان در قبال بریتانیا که در آن موقع خودش مستعمره از خودش رو به عنوان یک مندات میپنداشته، حالا عراق باشه، اردن هاشمی باشه یا سعودی باشه، یعنی اینکه فرانسه لبنان رو، آفریقا رو در بر گرفته برای پایمال کردن حق و حقوق بشر و چپاول این سرزمین ها. ما نیز به عنوان ایرانیان نباید فراموش کنیم قحطی جنگ جهانی اول که 1/3 جمعیت رو از دست دادیم به خاطر متفقین، به خاطر روس و انگلیس، و بار دوم نیز این کارو کردن که آمدن راهنی که خود رضا پهلوی با مالیات بر چای و قند و شکر و اینها گذاشته بود رو آمدن از اون طریق مهمات و آذوقه رو تونستن به روسیه برسونن که در قبال تهاجم آلمان نازی در اون دوره و هیتلریزم بکنه مقابله بکنه، و به خاطر اینکه رضا شاه در اون موقع یک سیاست بر حال سیاست اینی که روس و انگلیس رو قبول نداشت و با آلمان داشت بیشتر داشت کار میکرد و اون رو برکنار کردن، و همینی که
ما شاه فقید رو داشتیم که اون رو نیز به چگونه آمریکایی اومدن و دوره به هر حال کارتر اومدن اون رو برکنار کنن بر طبق دکترین کمربند سبز برژینسکی که از نظر اسلامگرایی، اسلام زدگی و دشمن پردازی در قبال کمونیسم میتونند راهی رو پیدا بکنند در مقابل کمونیسم، این رهرو رو دور نگه دارن و میبینیم که به آخر کار مارکسیسم اسلامی، حالا مجاهدین خلق باشه یا گروه های دیگه مارکسیستی که در اردوگاه‌های فلسطینی دور دیده بودن، آمدن با مبارزه مسلحانه و از طرف ارتش رو که آمدن بیطرف خودش اعلام کردن، حالا در دوران فردوس بوده و قرباقی و غیره، موفق شدن که انقلاب اسلامی خودشون رو بیان و به ثمر